سوال کردن مصعب ابن عمیر که بود؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. جناب مصعب ابن عمیر یکی از اصحاب جوان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که زندگانی قابل الگوگیری دارد، به خصوص برای جوانان در فضای مکه، و در حالی که خب بسیاری از سران قریش از پذیرش اسلام امتناع می‌ورزیدند، ندای دعوت به اسلام بر جان این جوان اشرافی نشست. او یکی از اعضای قبیله بنو عبد الدار بود و مادر به خصوص ثروتمندی داشت و پدر او هم به همین ترتیب جزو مشرکان بود، و او در همون سالهای آغازین دعوت به اسلام گروید، اسلامش رو پنهان میکرد. منتها یکی از افراد قبیلهش به نام عثمان ابن طلحه یک وقت او رو در حال نماز خواندن دید، خبر رو به مادرش و پدرش رسوند و اونها هم مصعب ابن عمیر رو حبس کردند در حبس خانگی و مانع خروج او شدند. رسید به سال پنجم هجری که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای نجات مسلمانان مکه هجرت به حبشه رو پیشنهاد کرد. مصعب ابن عمیر هجرت به حبشه کرد، فرار کرد از اون حبس خانگی و به حبشه هجرت کرد و سپس بعد از مدتی بازگشت به مکه و باز همچنان مواجه شد با مخالفت‌های خانواده‌اش. و او کسی است که هنگام اسلام مردم مدینه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از بیعت اول عقبه او را به عنوان اولین مبلغ اسلام و معلم قرآن به یثرب فرستاد و فعالیت یک ساله او تا بیعت دوم عقبه موجب اسلام بسیاری از مردم مدینه شد. بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه، مصعب ابن عمیر همراه اون حضرت در غزوات حضور داشت، از جمله در غزوه بدر و سپس احد. و در غزوه احد مصعب ابن عمیر به شهادت رسید و او همون کسی است که چون اندام او شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، شهادت او موجب ایجاد این تصور در برخی از مشرکان شد که پیامبر رو به شهادت رسوندن، لذا فریاد قتل محمد صلی الله علیه و آله رو سر دادن و همین خب موجب تضعیف روحیه برخی از مسلمان ها شد. قبر این صحابی خوب رسول خدا در منطقه احد در کنار دیگر شهدای احد و از جمله سید الشهدا حمزه قرار داره که انشالله زیارت قبور این شهدا نصیب همه شما بینندگان عزیز بشه.